پدر و مادر لوئیس دیاز، ستاره کلمبیایی لیورپول، از سوی افراد ناشناس روبوده شدند. مانوئل نوئر، کاپیتان بایر مونیخ، مدعی شد که با نهایت آمادگی به دیدار برابر بروسیا دورتموند خواهد رسید. میکل آرتتا، سرمربی آرسنال، فاش کرد که مارتین اودگارد چند هفته را با درد و مصدومیت بازی کرده است. گفته می شود جود بلینگام، ستاره رئال مادرید، موفق شده جایزه پسر طلایی 2023 را از آن خود کند. روم در دیدار برابر اینتر در هفته دهم رقابت‌های لیگ ایتالیا 6 بازیکن خود را در اختیار نخواهد داشت. دانی اولمو، ستاره تیم لایپزیگ آلمان، تنها در 7 دقیقه حضور خود در زمین مقابل کل دچار مصدومیت شدیدی از ناحیه شانه شد. برناردو سیلوا، ستاره منچستر سیتی، میگوید در این تیم مانده است تا برای 4مین بار متوالی در لیگ برتر انگلیس قهرمان شود. ریو فردیناند، ستاره سابق منچستر یونایتد، معتقد است که این باشگاه باید هر چه زودتر برای جذب رونالد آراوخو اقدام کند. در بازی برنلی مقابل برنموس، وی ای آر بیش از 5 دقیقه طول کشید و داور 2 بار تصمیمش را عوض کرد. و اینکه مارک آندره ترشتگن، دروازه‌بان بارسلونا، میگوید تیمش شایسته پیروزی در ال کلاسیکو بود.